سرویس خبری جامعه بهایی، نیروی محرک محبت، گرد همایی بین ادیانی در معبد وانواتو امید می بخشد. 6 آذر 1402. تانا وانواتو، ندای ملایم یگانگی در میان خواندن دعا در معبد تانا تنین انداز شد. دوستانی که زیر سایبان آن جمع شده بودند، نسیم روح نوازی را احساس کردند. با وجود اینکه افراد حاضر از مذاهب مختلف بودند، می دانستند که بزرگترین منبع قدرت آنها انسانیت مشترکشان است. این گرد همایی که به تازگی با حضور رؤسای قبایل و ساکنان اطراف برگزار شد، دومین سالگرد افتتاح معبد را جشن گرفت. بذر محبت و وحدتی که چند دهه قبل در جامعه آنها کاشته شده بود، معبدی را در این 2 سال برافراشته که پناهگاه صلح است. یکی از اعضای محفل روحانی ملی بهایان وانواتو گفت که کسانی که درون معبد دعا می کنند می توانند نیروی محرک محبت را احساس کنند، محبتی که مردم را از هر نژاد و پیشینه‌ای فرا می‌خواند و در این دوران پرآشوب بسیار مورد نیاز است. این سخنان عمیقاً در هزار تأثیر گذاشت، زیرا قلب و ذهنشان اگرچه از تلاطم امور جهان سنگینی می‌کرد، به حضور و دعا خواندن در کنار یکدیگر جذب شده بود. یاوس نیکیاتو، رئیس یکی از روستاهای مجاور، گفت: ما امروز اینجا آمده ایم تا با هم برای اتحاد همگان دعا کنیم. نومانیان لوکالو از اعضای یکی از جوامع مذهبی افسود: صرف نظر از پیشینه و باورهای متفاوتمان، همه ما از یک منبع سرچشمه گرفته ایم. او ادامه داد: به درختان تنومند اینجا بنگرید. شاخه های بسیاری دارند و تا ارتفاع زیادی رشد می کنند، اما تنهشان یکیست. ما تعدادمان زیاد است و متنوعیم، اما یکی هستیم. ناتومان والالو، یکی از رؤسای تانای غربی، با الهام از رقص سنتی تانا به نام کالالاو، محوریت معبد را در زندگی اجتماعی توصیف کرد. مفهوم وحدت در آن رقص به تصویر کشیده شده است. هیچ فردی نمیتواند رقص را به تنهایی اجرا کند، زیرا این رقص متکی به افراد زیادی در هماهنگی با همدیگر بوده که حول یک نقطه مرکزی میچرخند. یکی از اعضای محفل ملی با تاکید بر اهمیت این گردهمایی گفت: حضور امروز شما در اینجا در فرایند ایجاد وحدت ضروری است. اگرچه تعداد ما کم است، اما بذرهایی که امروز با هم کاشته ایم به درختانی تنومند تبدیل خواهند شد که بر همگان سایه خواهند افکند. ما باید به این بذر ایمان کامل داشته باشیم. هر یک از ما بخشی از این فرایند ویژه معنوی هستیم. پیوندهای محبت و اتحاد در این گردهمایی عمیقاً در قلب شرکت کنندگان ریشه دوانده است و به آنها الهام بخشیده و آنان را ترغیب می کند تا گردهمایی دیگری با افراد بیشتری از ادیان و پیشینه‌های مختلف در جوامع اطراف برگزار کنند.